سلام آقای شامبو، خیلی لطف کردید که برای ما به مدی در روز وقت دادید. من سوالی که ازتون سوال اولی که ازتون دارم آقای شامبو راجع به اینه که ما سه روز زلزله در چند سال اخیر داشتیم که خیلی از مناطق روستایی ما رو تحت تاثیر خوش قرار داد. این سیل و زلزله شاید یکی از نشانه‌هاش این باشه که ما روستاهامون تخریب زیادی داشته و شاید نشانه این باشه خونه‌های روستایی ما از شرایط خوبی نداشتن و این سیل و زلزله بیشتر از شهر خرابشون کرده. من می‌خواستم بدونم که واقعا اینطوری هست و بنیاد مسکن بعد از این سیل و زلزله چه راهکاری رو در نظر گرفته که خونه‌های روستایی قوی تر از قبل باشن و بنیه بهتری داشته باشن در مقابل حوادث این گونه. بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا روز روستا رو تبریک عرض می‌کنم به همه روستاییان عزیز کشورمان. عرض کنم به هر حال واحدهای مسکونی روستاها واقعیتی است که در مقایسه با مناطق شهری از دوام کمتری برخوردار بودند و متأسفانه در هر حادثه عمده خسارات ما در روستاها شاهد بودیم. تقریبا بعد از زلزله بم یک خلاصه تصمیم خوبی در کشور گرفته شد که واحدهای روستایی نوسازی و مقاومت‌سازی بشن و مصوباتی که مجلس و دولت در سنوات مختلف داشته و این هم در حال حاضر ادامه داره قرار شد که سالانه 200,000 واحد روستایی نوسازی و مقاومت‌سازی بشه. تو این زمینه خوشبختانه کار بزرگی در کشور شده و بیش از 1,800,000 واحد تا حالا از واحدهای مسکونی روستایی از تسهیلات مسکن روستایی و مقاومت‌سازی بهره‌مند شدند و اگر ما واحدهایی را هم که در طی این سالها بر اثر حوادث نوسازی شدند عددش عدد قابل توجه بالای در واقع 2,200,000 واحد میشه و تو این زمینه کارهای خوبی شده، ولی همچنان تعداد واحدهای غیر مقاوم هستش در روستاها، ولی نسبت به گذشته کمتر شده. اگر شما زلزله های مختلفی که اتفاق افتاده، حوادثی که مشابه سیل سال قبل اتفاق افتاده کنترل کنیم، ببین در مقایسه با گذشته خیلی میزان خسارت ها کمتر شده. اما بنیاد مسکن برنامه‌ای داره در راستای ماده 59 قانون برنامه ششم که دولت هم این رو مصوب کرده که کماکان بحث مقاومت‌سازی انشالله ادامه پیدا کنه و در سال جاری هم 200,000 مسکن روستایی تو برنامه بنیاد هست. من از طرح هادی میخوام ازتون بپرسم، طرحی که بنیاد مسکن پیریزیشو داشته برای بهسازی شرط روستایی، من خواهدم این روند این طرح به چه صورتی بوده؟ چون تا جایی که اطلاع دارم روند گردشگری هم به این طرح اضافه شده و به این موضوع دارم میپردازم. میخوام بدونم این روند این موضوع و این برنامه چطوری هستش؟ ببینید یه مقاطع مختلفی رو طرح‌هادی طی کرده. در دهه 60 که این طرح مطرح شد تحت عنوان طرح‌های روانبخشی و بعد بهسازی روستا مطرح شد. اون موقع در واقع بیشتر توجه به اصلاح معابر بود. یک مسیری در واقع تردد مردم تسهیل بشه، یه مقدار دفع و پای سطحی انجام بشه، به تدریج با توفیقی که این طرح داشت و استقبالی که اهالی روستا داشتن در قانون اساسنامه بنیاد، ماده 7 قانون اساسنامه بنیاد مسکن طرح‌هایی به عنوان یک وظیفه بنیاد مصوب شد و این وظیفه تا الان هم ادامه داشته. طبعا شرح خدمات طرح مورد بازنگری قرار گرفت، سیاست‌های حاکم در طرح تغییر کرد و بنیاد مسکن وارد یک کار گسترده‌ای در کل کشور شد، به طوری که تاکنون برای 38,350 روستای بالای 20 خانوار طرح‌هایی تهیه شده. چون دوره طرح 10 ساله هست، بیش از 9,300 روستایی که دوره طرحش تمام شده تا الان
مورد بازنگری قرار گرفته. ضمن اجرای ترمایه با یک موضوع جدیدی مواجه شدیم که ما در روستاهامان آثار و ابنیه تاریخی فراوانی داریم که حتما باید اینها مورد توجه قرار بگیره، حفظ بشه، و متاسفانه بی‌توجهی به این بناها باعث آسیب و خسارات بزرگی به این سرمایه های ملی ما شده بود. بنابراین در واقع از طرح‌های هادی یک نگاهی هم به بافت‌های تاریخی و ارزشمند روستایی و احیای این بافت‌ها شد و در برنامه 5 سال سوم بحث بهسازی و احیا بافت‌های با ارزش مطرح شد، اعتباری منظور شد و 20 روستا شروع شد در قالب بافت‌های با ارزش. کنار این موضوع چون روستایی دارای بافت با کارهای اجرایی که شد استقبال عمومی و رفت آمد گردشگر در روستاها بیشتر شد و در واقع یکی از کارهایی که بنیاد مسکن اعتقاد داره میتوانه به اقتصاد روستا کمک کنه و درآمدزایی داشته باشه بحث گردشگری روستایی هست. کنار بافتای با ارزش گردشگری روستایی هم مطرح شد. خوشبختانه در برنامه 5 ساله ششم بر اساس حکم ماده 99 قانون برنامه مقرر شد که 300 روستای کشور تحت پوشش طرح‌های بافت‌های با ارزش و گردشگری روستایی قرار بگیرن که کار بسیار گسترده‌ای تو این زمینه شد شروع شده و ضمنی که تاکنون برای 150 روستای کشور هم ما طرح‌های بهسازی و احیا بافت‌های با ارزش یا گردشگری رو تهیه کردیم و در 102 روستا هم طرح به اجرا رسیده که آثار و نتایج بسیار بسیار ارزشمندی داشت. همزمان خونه های مردم هم داره بهسازی میشه؟ حتما بله، ما در واقع یک احیا خود معماری بومی روستا رو داریم. یه سری واحد هایی هست که امکان مقاوم سازی اونها نیست، نو سازی اونها در چارچوب ضوابط ویژه‌ای انجام میپذیره. ما ما هم وام میدیم تا 40 میلیون تومان به این افرادی که اونجا در واقع واحدهاشون رو نوسازی کنن و همین که یک کمک بلاعوضی داریم میدیم برای در واقع کمک به رعایت اون ضوابط و مقرراتی که در طرح ویژه بهسازی و احیا بافت منظور شد. بعد از اجرای طرح هادی در روستاها نظارت به چه صورته؟ یعنی نظارتی وجود داره که اون طرح به درستی ادامه پیدا بکنه و اون تر باقی بمونه؟ چون الان بهسازی شد ولی به هر حال اگر گردشگر و حالا ما میتونیم تو روستای عبیانه مثلا مثال بزنیم، گردشگر اومده روستاهی داره رو نقل میگیره، روستا ممکنه بزرگتر بشه و این به ترهادی خب یه جایی به پایان میرسه دیگه، بعد از اون قرارش اتفاق برای روستا بیفته. از کلم دوره تر 10 ساله است، طبعا بعد از هر 10 سال باید طرح‌ها مورد بازنگری قرار بگیرن متناسب با توسعه‌ای که روستا داره و ساخت و سازهایی که وجود داره، محدوده‌تر و چارچوب کلی‌تر قطعا مورد بازنگری قرار می‌گیره. اما نکته مهمی اینه که شما اشاره کردین، بحث در واقع ادامه طرحه و حفظ کارهای انجام شده هست. ما در واقع بر اساس ماده 36 قانون شوراها، اصلاحی قانون شوراها، در واقع همه پروانه هایی که صادر میشه در توسط دهیاری ها باید نظر فنی بنیاد مسکن رو بگیرن. در واقع ما ضوابط فنی رو اعلام میکنیم و بر اساس اون ضوابط دهیاری پروانه صادر میکنه. نکته مهم دیگه ای که هست در وظایف دهیاری های کشور، حفظ و نگهداری از فعالیت های اجرا شده یکی از کارهای دهیاری ها هست. ما در واقع در یک مقطع زمانی وارد روستا میشیم، کار اجرایی رو انجام میدیم، یک سال دو سال بعد کار تموم میشه، بنیاد مسکن که خارج شد، نگهداری این کارها و این سرمایه گذاری که شده خیلی مهمه و تو این زمینه دهیاری ها نقش بسیار مهمی دارن. خوشبختانه ارتباط خوبی هست و اکثر دهیاری ها هم تو این زمینه در حفظ و نگهداری کارهای انجام شده تلاش دارن، اما بعضی جاها موردی ممکنه مشکلی باشه که ما به اونها تذکر میدیم و پیگیری میکنیم که انشاءالله مشکلاتشان برطرف بشه. طرح هادی چند مشکل داره؟ یعنی از نظر من یکی مشکل اصلیش اینه که به مسئله محیط زیستی نمیپردازه.
زیستی، یعنی توی مسئله محیط زیستی تجمع های زباله ها که اتفاق میفته و حالا مسائلی که به محیط زیست روستا بستگی داره راجبش صحبتی نشد. این اولین سوال منه که میخوام راجبش صحبت بکنیم. راجب دومی موضوع طراحی مدار راجب گردشگری صحبت کرده، راجب توسعه بافتی صحبت کرده، توسعه بافت ارزشمند، ولی نیومده راجب فرهنگ سازی گردشگری در روستا صحبت کنه، نیومده راجب اینکه چطوری مردم روستا بتونن اشتغال زایی بکنن از اون گردشگری. یعنی اومده فقط یک طرح عمرانی رو در نظر گرفته و طرحهایی که بعد در کنار اون گردشگری در نظر میگرفته در نظر نگرفته و این بخش کارآفرینی که میتونن از اون گردشگری روستایی ها داشته باشن در نظر نگرفته. چون ما شاهد این هستیم که در کشور اولا اشتغال که مشکل داره و جزء مسائلیه که مسائل روزیه که همه راجبش دارن سعی میکنن که رفع بکنن در کشور اشتغال، ولی خب یه بعد دیگه هم وجود داره که مردم روستا خیلی دوست دارن بیان شهر و با طرح هادی شاید میتونستیم کاری بکنیم که مردم روستاها از فرار از روستا، مهاجرت از روستا و یا هر اسم دیگه که روش میشه گذاشت باعث بشن که مردم روستا این کارو نکنن و حتی اونهایی هم که به شهر رفتن برگردن چون ببینن که درآمد خوبی میتونن تو روستای خودشون داشته باشن. این موضوعات رو میخوام راجع به طرحاتی توضیح بدم. نکات خوبیه. عرض کنم در ارتباط با توجه بی توجهی طراحی به محیط زیست کاملا اصلا عکس است. ما یک منشوری برای طراحی حادی داریم. فراز اول این منشور توجه به محیط زیست و حفظ سبزینگی روستا است. حفظ اراضی زراعی و باغی هست. مخصوصا در اون منشور فراز اولش این موضوعه. و سعی شده در طرح‌های حادی تمام مسائل زیست محیطی مورد توجه قرار بگیره. این که در روستا به جمع‌آوری و دفع بهداشت زباله توجه نمیشه نکته درستیه، ما هم قبول داریم و از معترضین نشستیم. نهادی که مسئول این کار هست طرح‌هادی نیست. طرح‌هادی چارچوب توسعه رو مشخص میکنه، سیاست‌ها رو مشخص میکنه، اما در اجرا هر دستگاهی و هر نهادی یک وظیفه ای داره. اون نهاد و کسی که مسئول جمع‌آوری و دفع بهداشت زباله هست احیانا به وظیفهش درست عمل نمی‌کنه و اونجا باید ما پیگیری کنیم که چرا این کوتاهی هست. و متاسفانه یکی از گرفتاری‌های روستاهای ما همین هست الان. یعنی ما با حجم انبوهی از پسماند مواجه هستیم، فضولات دامی مواجه هستیم که متولی دارد اما اون متولی نمیتوانه به طور کامل و وظیفش را انجام بده و باعث آلودگی هم میشه. کاملا درسته. نکته دومی که در ارتباط با بحث نقش طراحی حادی در و بحث گردشگری دارین یا ماندگاری مردم در مناطق روستایی، ببینین طرح هادی زیر ساختار رو آماده میکنه یا طرح گردشگری روستایی. ما به هر حال باید بپذیریم که نظام اجرایی ما یک نظام بخشیه، هر بخش یک وظیفه ای داره. بنیاد مسکن به لحاظ و ماهیت عمرانی خودش زیر ساختار رو آماده میکنه و حتی گاهن فراتر از وظیفه خودش میره، هماهنگی‌های محلی انجام میده، شوراها و دهیار و سرمایه‌گذار و مردم رو آماده میکنه برای یه سری اقدامات. اما اون کسی که باید بیاد اهالی روستا رو آموزش بده برای اینکه چطور گردشگر رو بپذیرن، فضاهایی رو که برای گردشگر آماده میکنن چه نوع فضایی باشه، با چه استانداردهایی، اون دستگاه دیگه است. اینکه شرکت‌های گردشگری رو بتونه هماهنگ کنه که گردشگر هدایت کنه به سمت این روستا سازمان دیگه است و اونجا در واقع بنیاد مسکن و طراحی نقشی نداره، مسئولیتی نداره. ما تلاش کردیم طی سال‌های اخیر با
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری وقت که الان هم وزارتخانه شده و انشاءالله امیدوار هستیم که در با این تغییراتی که ایجاد شده دامنه فعالیتش در روستاها گسترش پیدا کنه، سه تفاهم نامه مبادله کردیم توی سالهای اخیر و یک تقسیم کاری کردیم توی این زمینه ها. امیدوار هستیم که انشاءالله نسبت به گذشته این فعالیت بیشتر بشه. البته اقدامات بسیار خوبی هم توی این سالهای اخیر اتفاق افتاده. شما اگر 4-5 سال گذشته رو مقایسه کنیم با قبل، میبینید یک حجم قابل توجهی گردشگر الان داره به روستاها میره. تعدادی از روستاهایی که ما کار انجام دادیم و این طرح رو اجرا کردیم، الان در واقع محل عمده درآمدشان همین بحث‌های گردشگری شده. نمونه های زیادی هم داریم که لازم شد من خدمتون اسم میبرم، ولی کم هست به نسبت تعداد روستاهای ما، وسعت کشور ما. بله این کمه و حتما باید اقدامات ویژه‌ای اتفاق بیفته. در این روز روستا مسکن چه طرحهایی رو میخواد افتتاح بکنه و چه برنامه‌هایی داره بر روستا؟ خوشبختانه بنیاد مسکن کارهای زیادی در روستاها داره، از بحث تهیه و اجرای طرح‌های هادی، طرح‌های گردشگری، بافت‌های با ارزش که الان صحبت شد، تا ساخت مسکن روستایی، بازسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه، صدور اسناد مالکیت روستایی و در واقع یک پکیجی رو بنیاد در روستا در زمینه‌های عمرانی انجام میده. برای سال جاری هم آنچه که در واقع پیش بینی شده و در استان‌های مختلف ظرف همین هفته جاری مراسم‌های مختلفی انشاءالله برگزار خواهد شد، با اعتباری در حدود 460 میلیارد تومان تهیه طرح‌هادی حدود 1468 روستا به اتمام میرسه و ابلاغ میشه. 1148 روستای کشور طرح‌های هادی و بهسازی محیط روستا انجام شده و مورد بهره برداری قرار میگیره. بیش از 24600 واحد روستایی سند روستاییشان صادر شده با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک و این اسناد اهدا خواهد شد. و چیزی در حدود 463 روستا که روستاهای شاخص بودن یا روستاهای هدف گردشگری یا بافته با ارزش بودن، اینها هم طرحش به اتمام رسیده. بعضی روستاها فاز یک به اتمام رسیده، بعضی جاها کل فازهای اجرایی به اتمام رسیده و اینها در این هفته انشاءالله مورد افتتاح و بهره برداری قرار میگیره. درسته. توی برنامه هادی توی 10 سالی که براش در نظر گرفتی، فکر میکنی دیگه تمام روستاهای کشور از نظر بهسازی خانه ها و آسیبی که خانه ها ممکنه توی این مدت سالهایی که حالا بعد از انقلاب داریم، خیلی از خانه هایی که تخریب شده، دیگه شاهد این اتفاق نیستیم؟ یعنی طرح هادی این کمک رو به روستاهای ما کرده که خونه هاشون همه از نظر بنیه قوی باشن؟ ببینید از نظر بگیم همه، نه اگه همه بگیم یعنی مطلق 100% همچی چیزی نیست. من از کنم هنوز بخش قابل توجهی از واحدهای ما 40%-ای تقریبا غیر مقاوم داریم، اما بسیار کمک کرده. اینکه ساخت و سازها نظم بگیره، در چارچوب ضوابطی ساخت و ساز در روستا انجام میشه، این نقش رو داشته. ما در گذشته شاهد این بودیم، همین الان خساراتی که خیلی سیل ابتدای سال جاری ما شاهد بودیم، خیلی از ساختمان‌ها در حریم رودخانه‌ها بودن که آب برد. روستاهایی داریم در جایی قرار گرفتن که در معرض رانش یا ریزش کوه هست. اینها رو در واقع در طرح‌های هادی مکانیابی مناسب میشه و در جایی ساخت و ساز انجام میشه که در آینده مردم با مشکل مواجه نشه و از این بود من فکر کنم توفیق بالایی داشت. خیلی ممنون. خواهش می‌کنم.